سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. پیروزی مقابل کرواسی به نظر آسان‌تر از آن چیزی بود که از آرژانتین انتظار می‌رفت، اما با لطف میسی و کرون آنها فینالیست شدند. میسی با تمام افتخارات و رکورد‌های ممکن در عرصه باشگاهی به ملی خود رسیده و فقط جای خالی جام جهانی را به شدت در ویترین کارنامه‌اش احساس می‌کند که او حالا در قطر با گلزنی و پاس گل همه کار در زمین انجام می‌دهد و از تمام توان خود مایه می‌گذارد تا بتواند به این مهم برسد و در سال‌های پایانی دوران فوتبال خود تاریخ ساز شود. میسی غیر از دیدار مقابل لهستان در 3مین مسابقه مرحله گروهی جام جهانی که یک پنالتی از دست داد در 5 مسابقه برابر عربستان، مکزیک، استرالیا و هلند موفق به گلزنی شد و همین روند را دوباره در جدال نیمه نهایی با کرواسی نیز ادامه داد تا گل تماشایی و از روی نقطه پنالتی پایه‌گذار برتری پرگل و رسیدن به فینال شود. کاپیتان آرژانتین در تقابل با کرواسی در کنار زدن گل از روی نقطه پنالتی پاس گل سوم را هم با یک حرکت دیدنی فرار سریع سمت راست و زمین و دریبل و سر توپ‌های چشم‌نواز به خولان آلوارز داد تا مثل دومین دیدار مرحله گروهی برابر مکزیک و بازی 1/8 نهایی جام جهانی مقابل هلند دوباره هم گلزنی و هم پاس گل بدهد. میسی در شرایط توانست تبدیل به نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی شود که در 3 مسابقه این رقابت‌ها هم گل می‌زند و هم پاس گل می‌دهد که تکرار این اتفاق در دیدار با کرواسی او را به صدر جدول برترین گلزنان و بهترین پاسرهای جام هم رساند. حالا میسی در شرایط برای دومین بار در دوران بازی خود به فینال جام جهانی 2022 رسید که با 5 گل زده در این رقابت‌ها در کنار کلیان امباپه در صدر جدول برترین گلزنان است و همراه با آنتوان گریزمان، هری کین و برونو فرناندز در صدر جدول بهترین پاسرها دیده می‌شود که البته کین و فرناندز او را در این رقابت‌ها تهدید نمی‌کنند، اما امباپه و گریزمان این فرصت را دارد تا امشب برابر مراکش از او فاصله بگیرند. در شبی که میسی یک گل زد و یک گل ساخت، خولیان آلوارز مهاجم باشگاه منچستر سیتی 2 گل دیگر آرژانتین را وارد دروازه کرواسی کرد تا شاگردان اسکالونی در باشگاه لوسیل جشن قهرمانی بگیرد. این سرمربی لحظات پر احساس را به صدا در آمدن سوت پایان بازی و مسجل شدن این برد مهم پشت سر گذاشت. اوکی لحظات پر فشار را کنار خط سپری کرده و حرکات عجیبش که سوژه‌های عکاسان حاضر در ورزشگاه بود، بعد از پایان لحظات پر استرس پایانی بازی در حالی که اشک می‌ریخت به سمت میسی می‌رفت. او در آغوش کاپیتان تیمش آرام گرفته و عشق شوق همچنان از چشمانش جاری بود. او در پایان بازی نیز به ستایش از میسی پرداخته و گفت: گاهی حتی ممکن است به نظر برسد که ما چون آرژانتینی هستیم چنین چیزی میگوییم، ولی من هیچ شک در آن ندارم. چشمهای مدریج از دقیقه شادی یک تا پایان دیدار مقابل آرژانتین و حرکت به سمت رختکن همه چیز را نشان میداد و مشخص میکرد جایزه بهترین بازیکن جهان و افتخارات متعدد به رئال مادرید او را قانع نکرده و قصد داشت 4 سال پس از تجربه نایب قهرمانی این بار کاپیتالای جام را بالای سر ببرد و ودای باشکوهی داشته باشد، اما حالا با حسرت به روزهای پایانی دوران ملی خود میرسد. لوکا مودریچ 4 سال قبل در کنار این که 2 گل حساس در جام جهانی زد و 1 پاس گل داد بهترین بازیکن تیمش برای رسیدن به فینال بود، ولی دیگر این توان را نداشت تا به تنهایی کار را در دیدار پایانی برابر فرانسه در بیاورد و صاحب جام شود. اما این بار در قطر امید زیاد داشت تا همراه تیمی با کیفیتی که دارند به این مهم دست یابد که صد میسی به او خورد. کرواسی با رهبری مودریج در یک رقابت نفسگیر با بلژیم و پایین‌تر از مراکش تیم دوم جدول مرحله گروهی شد و در 2 جدال نزدیک و حساس دیگر در پنالتی‌ها ژاپن شگفتی‌ساز و برازیل مدعی را حذف کرد. اما دیگر آرژانتین اجازه نداد آنها یکتازی کنند و کاپیتانشان در وسط زمین جولان بدهد تا از کار انداختن لوکیتا با پایان شگفتی‌سازی کرواتها همراه شود. مودریچ بدون گل زده یا پاس گل در 6 مسابقه جام جهانی 2022 را تمام کرد و خاطره تلخ از دیدار با آرژانتین برای او ماند، اما با این وجود 89000 تماشاگر حاضر در ورزشگاه لوسیل وقت تابلوی تعویض در دقیقه 81 برای او بالا رفت، همزمان بازیکنی که در حال اشک ریختن بود را تشویق کردند. با این حال که کرواسی از رسیدن به فینال باز ماند، اما نمیتوان نقش او را در رسیدن کرواسی به نیمه نهایی جام جهانی انکار کرد و بدون تردید اگر نمایش تاثیرگذارش در میانه زمین نبود، تیم زلاتکو دالیش هم شاید در همان مرحله گروهی هم پایینتر از بلژیم قرار میگرفت و نمیتوانست بالا بیاید، ولی عملکرد کاپیتان کار کرد تا دوباره کرواتها خود را در مرحله حذفی ببینند و پله به پله بالا بیاید. مودریچ با وجود اینکه در بازی 1/8 نهایی جام جهانی یکی از بهترین های کرواسی برای جبران گل خورده مقابل ژاپن و بازگشت به جام بود، اما در ضربات پنالتی حضور نداشت و در جریان مسابقه آنقدر خسته شد که دالیچ به اجبار او را از زمین بیرون کشید، ولی دوباره در 1/4 یک نمایش درخشان داشت. لوکیتا در تقابل با برازیل مثل همه بازی هایی که در قطر انجام داد نه گل زد و نه پاس گل داد، اما آنقدر میانه میدان پرتلاش دونده و جنگنده بود که اجازه نداد هافبک‌های خلاق حریف بازیسازی انجام بدهند و موقعیت‌های پرشمار به وجود بیاورند تا کار به ضربات پنالتی کشیده شود و مودریچ هم یکی از اساس‌ترین ضربات پنالتی در 3مین پنالتی تبدیل به گل کند و نقش مهمی در صعودشان به نیمه نهایی داشته باشد. اما یک تفاوت عمده با همه بازی‌های او موجب شد تا دالیچ برخلاف دیگر مسابقات حساس او را تا پایان 90 دقیقه در زمین نگه ندارد. مودریچ 12 بار مقابل یاران میسی توپ از دست داد که یکی از آنها منجر به ایجاد ضد حمله و پنالتی برای حریف شد تا مشخص شود که اگر او هم سر حال نباشد کرواتها به موفقیت نمی رسند.
مودریچ که یک بازی دیگر در مرحله رده‌بندی تا آخرین جام جهانی عمرش فاصله دارد، در میان تشویق 89000 نفر تماشاگر دو تیم در وجهه لوسیل زمین را ترک کرد و پس از این که با دالیج دست داد، با چشمان اشکبار روی نیمکت نشست و کاور روی صورت خود گرفت تا مشخص نشود تا چه اندازه ناراحت است. حالا بهترین اتفاق برای مودریچ در آخرین مسابقه در جام جهانی و شاید آخرین بازی ملی رسیدن به برنز جام جهانی است و این شاید اتفاق خوشایند برای لوکیتا در پایان کارش در کرواسی باشد. آخرین بازی او در یک جام جهانی شنبه آینده 7 دسامبر در وجهه بین المللی خلیفه در دوحه مقابل تیمی خواهد بود که در نیمه نهایی دوم یعنی بین فرانسه و مراکش شکست می‌خورد. مودریچ در تمام تقابل‌هایش با میسی اینچنین او را شاد ندیده بود. در حالی که کاپیتان حریف حتی متوجه حضور لوکیتای مخموم در کنارش نشد و خوشحال از رسیدن به فینال بود. میسی در دیدار با کرواسی کار کرد تا نگاه تمام رسانه‌های جهان بار دیگر معطوف و شمرده شود و به تمجید از وی بپردازد. او با این عمل کرد یک قدم دیگر به عنوانی که در سودای آن است نزدیکتر شد و شاید علاوه بر قهرمانی جهان بتواند به عنوان برترین بازیکن جام نیز دست یابد. گاردین با توجه به عملکرد میسی از او به عنوان نابغه یاد کرد که توانست آرژانتینی ها را به فینال برساند. این رسانه با تمجید از عملکرد کاپیتان آرژانتین مدعی شده که کرواسی یعنی تیمی که در دیدارهای قبلی نمایش درخشان داشت در این بازی ناپدید بود. بی بی سی نیز در گزارش مدعی شده که احتمالا نمایش این تیم مقابل کرواسی بهترین عملکرد آنها تا به اینجای جام بوده است. نشریه انگلیسی با اشاره به برتری سه گلی یاران میسی به نمایش پرقدرت و تهاجم این تیم در کنار بسته ماندن دروازه‌شان اشاره داشته است. اتفاقی که تنها در دو بازی مرحله گروهی و برابر مکزیک و لهستان تکرار شده بود و این تیم در مراحل قبلی برابر استرالیا و هلند و حتی عربستان در مرحله گروهی هم گل دریافت کرده بود. بی بی سی در بخش دیگر از گزارش خود با اشاره به رویای میسی برای دستیابی به اولین جام قهرمانی جهان خود با جمله اکنون میسی و یارانش یک بار دیگر برای قهرمانی فاصله دارند استفاده کردند. آیس اسپانیا نیز آن را تکرار کرده و با اشاره نمایش درخشان کاپیتان اسبق بارسا و مرد شماره یک آرژانتین در جام جهانی قطر با گزارش میسی یک قدم دیگر به رویای خود نزدیک شد به آن پرداخته است. بیلد آلمان نیز نوشته رویای او یعنی میسی ادامه دارد. میسی اکنون با تیمش در فینال جام جهانی است. آنها برتری سه گله مقابل کرواسی را جشن گرفتند. اکیپ فرانسه نیز به نمایش درخشان میسی در این جدال اشاره کردند. آرژانتین به راحتی کرواسی را با نتیجه 3-0 شکست داد، آن هم با لطف قتل عام میسی و آلوارز و آنها به فینال رسیدند. با پیروزی پرگل دیشب آرژانتین انتقام 4 سال قبل مقابل کرواسی در حساس ترین مرحله گرفته شد، جایی که یاران میسی در گروه دی مسابقات 2018 با کروات ها هم گروه بودند و در جدال رو در رو با نتیجه 3-0 باختند. میسی مهاجم آرژانتینی درباره پیروزی تیمش مقابل کرواسی در نیمه نهایی جام جهانی 2022 اظهار کرد. ما شرایط سخت زیاد را پشت سر گذاشتیم اما در نهایت خودمان را عالی نشان دادیم. امروز ما حمایت باور نکردنی را از سوی هواداران تجربه کردیم. من از این لحظه لذت میبرم و به همه آرژانتینی هایی که در خانه از ما حمایت میکنند افتخار میکنم. وای افزود. بعد از بازی پرفشار هالند که با وقت‌ها اضافه کشیده شد توانستیم قدرت بدنی خود را دوباره بازیابی کنیم و با قوا مقابل کرواسی بازی کردیم. بازی خوب را انجام دادیم و توانستیم از حملات به نحو احسن استفاده کنیم. کاپیتان آرژانتین باختشان مقابل عربستان در افتتاحیه جام جهانی اشاره کرد و گفت باید اعتراف کنم که باخت در بازی اول جام جهانی مقابل عربستان بعد از 36 برد که قبل از آن داشتیم برای ما شوکه کننده بود. اصلا انتظار باخت را نداشتیم اما بعدا این باخت تلخ باعث شد تا خیلی زود به خودمان بیاییم و در نهایت آن باخت باعث شد تا ما به فینال جام جهانی برسیم. او در پایان گفت مدعی اصلی جام جهانی 2022 نیستیم و قرار نیست چیز را به کس ثابت کنیم اما نتایج ما گویای این موضوع است. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.